نامت چی هست بشی؟ خالد هست؟ چی کار میکنی تو در بازار؟ بار مردم ها میبری؟ خواه پدرت چی کار میکنه؟ پدرت دو سال میشه چی شده؟ مرده؟ خواه حالا یک چکر بریم در خانه تا ببینیم میشه؟ بسیار خوب دوستای عزیز، این احمد خالد جان از جمله اطفال کارگر روی سرک بوده، کراچی های میکرده، بار مردم ها میبرده. پدرم هم میگه دو سال میشه که فوت کرده و بریم در خانهش از نزدیک وضعیت زندگیشان را و با خانوادهش دیگه حرفا را بزنیم که وضعیت از چی خراب. با احمد خالد جان کراچیش هم در زرنج بار کردیم و داخل زرنج رفته راستیم طرف خانهش. بریم در خانهش و وضعیت زندگیش از نزدیک ببینیم که چه رقم است. بالاخره آمدیم به کوچه احمد خالد جان، از زرنج پیاده شدیم. بریم تا خانهش ببینیم که چه قسم میشه. بخیر، این خانهش بوده. صبر کو بچیم، برو مادرت بگو که ما رفت خانهش تا اینکه خواه مادرش خبر کنه و ما را اجازه بتن بریم داخل خانه. بریم بچه، بریم. سلام. بفرمایید مادر جان، بفرمایید. درسته. سلام علیکم. سلام علیکم. ما اینم اینجا میشینیم، شما دو طرف بشینین. اگر او اتاقتان روشن‌تر است دو بشینیم و گپ بزنیم. باور میکنیم دیونجی اینی. اینا همیرا پرر پنج پرر کدوم سه سریار داد. درسته. درسته. نه دو اتاق دیگه تان میشینیم. بیاین بیاین. این یک اتاقتان است. ترشین مادر جان، شما هم دو اتاق ترشین. نه من میایم، شما ترشین. اینه یکی از اتاقهایی بودن که اینا به اینجا زندگی میکردن. بریم بچیم احمد خالد، تو هم بریم و دو اتاق بعدیشان میریم. دو اتاق بعدی رفته هم رایشان گب میزنیم. بخیر، بسم الله الرحمن الرحیم. اینه ای هم زندگی همه، این هم اتاق بعدیشان است که در دو تا اتاق اینا. شما مادر جان برا دو طرف در روشنایی بشینین، شما ما از این طرف چی میکنم؟ آدم زمین میشه. نه خیره، برای ما زمین بودنش مهم نیسته. شما کل نواسایتان را، عروستان را، کلستان یک جای بشینین. بسم الله الرحمن الرحیم. آخر سر رسیدیم در خانه احمد خالد جان که از داخل شهر بایش آمدیم داخل یک زرنج و بالاخره اینه ای خانه ایشان بوده، خانه ای که اینا زندگی میکردن و در اینجا رسیدیم. این حال مادرش و مادر کلانش و دیگه برادرها و خواهرایشان اینه اینجا بودن. خورشته سخن را میگذاریم به زبان از اینا. خب مادر جان، میشه بگوین نامتان چی است؟ احمد خالد جان چیتان میشه؟ نام مرد خاله نواستان است. یک کمی بلندتر گپ بزنین. خب نواستان خالم این نواستان نواستان. بسیار خوب، اونا مادرشان است. خب ای را در کار در بازار روان میکنین؟ خب ای بچه ایتان یا پدر احمد خالد جان کجاسته چی میکنه؟ ای بچه هم ای دختر خوش ای پدر احمد خالد داماتومی داماتوتان است. خب اونا همو خیشه کشه همو تا گم آیده میاشته بمورده میگن دو سال شده چیم. خب اون شیر پدر میکشه. یعنی نواسه دختری تان هستی؟ خب هم دختر کرم دارم سر پرست. یعنی پدرشان مرده؟ اینا همیو ایده کنان نیست. چند تا نواسه دارین؟ اینو اشکر اینا همیو ای 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 درستی شما اینه
یای بچه من دو بار بشین یام آی دختر دیگم این هم هشت کوی اکل امی آمد خواست 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 سی هست هشت و پسر یای دختر پنج پسر یک دختر از نواس های تان است. خب احمد خالی جان روزانه در این غلطک که ای میکنی یا کراچه ای میکنی چند پیدا میکنی؟ هشتاد صد همی تو پیدا میکنی پینجا. مکتب میخوانی؟ میخوانم یک بار در بیانه یک ما بعد از برشن یعنی اول مکتب میخواندی باز بعد از اینکه پدرت فوت کرد و تو مجبور شدی کار کنی و نان پیدا بکنی درست است؟ خب مادر جان در این خانه کرا میتین یا از خودتان است؟ کرا شدیم ولی نه همی روزا همی تدار سالم پرشدی سه روز دیگه مانده که سالتان پوره شود. در این چند کرا میتین سالانه؟ همیزیون قیه همسایمون دوازده هزار این دوازده هزار و همسای دو نفر میشینین 24,000 است دو تقسیم میکنین 12,000 شما میتین 12,000 اونا میتن. خب در کل وضعیت زندگی تان چطور است؟ آمین هایی بالا شخ کرا همی تدارک وضعیت زندگی چی رقم است؟ زندگی را خوب گفتم که اون همونی تای بجی همون را ای او روز این با چار روز شد چند همه زور روزه که دو روز شد بگفتیدیم بعد های سی سیر کدوم یارده آرد داده. خودتان اصلا از کجا میشین؟ خودمون ای بلا میاده قریه کتلوی این سایر میانه سایر کتلوی هستین؟ از پایین دلبه اینجا سایر کتلوی. خب بسیار خوب است. دیلو ایران لولم ده جای اولانم شده کسی که ایمه یه سوال کده سرم ده بوده یه یادش دیلو من میفهمم میدینی که روز داره ده چیزا میکنه شو چیز بله من میفهمم وضعیت زندگی را از امی وضعیت و اتاقای تان را که دیده میشه زندگی چه قسم است خودش میگه که وضعیت زندگی چطور است. خب خیر خدا مهربان است انشالله ما کوشش میکنیم وطن دارای عزیز کسایی که ویدیو را میدید اگه یاد انشالله انشالله تعالی ما تلاش خدا میکنیم که براتان 100% انشالله کمک را مهیا بکنیم. وطندارای عزیز اینه ای از زندگی احمد خالد جان با مادرش و برادرایش و مادر کلانش اینه ای وضعیت توشک و زندگی و اینه ای بستره و اینه ای زندگی بوده و بر علاوه از این سالانه 12,000 دایی کرام میدادن و دیگه گذشته از او میگن برای خورد و خوراک هیچ چیز نداره. اول ماه مبارک رمضان کسی برشان یک سه سیر آرد داده بودن میگن شما چی میفهمین که ما روزه را با چی میگیریم چطور افطار میکنیم و خب حاجت به توضیحات من نیست دیگه اینه می وضعیت را خب میبینین همکار روزه لبی دقاقه ازاده میره دین چل روپیه دین روز 50 روپیه پیدا کردم او روز 30 روپیه اینه میگن منتظر ماندیم دیروز تا ای که احمد خالو جان از سر کار بر بگرده و چیزی بیاره و ما کار نیست یا 20 روپیه یا 30 روپیه میاره میخوانم میشه که روزیگی هم میگه چی تا کنم یاد وقتا شده که نمی دارم چند وقت پیش که نمیشت کنی میبینن که نم تا دروز نانه نده که چی رقم میشه تا وقت که نم سیسی رو ارده کس تا کمک کده تا هم وقتا اینو یک روز دروز من تو بیش نموندن. خب مادر احمد خالد جان میگه گاهی میشه که اولاداشون تا دو روزم گشنه بانن برای خوردن نان نداشته باشن. خب خداوند بزرگ است. اگر دیگه کدام گفتنی ندارین ما وضعیت زندگیتان را گرفتیم. دولت چیز میکنیم که در شما که در ما باید به همه زیاد چیز خداوند کمک کنیم. همه زیاد همی چیزی همی و در همی کرای اولی در همی یه در چیز میخواردگی در همی مای شرف رمزان یا هیش این همی زمین سخت اسپان بلند تا زمین و بلند اسپان یک هکش همی یه مرش تاوان در این همی جه خوب بود همه 5 روپه تاوان ما نیست ما در همی دوا بگیریم باید بکنیم شما خواهش میکنیم که باید همی شما انشالله وطن دارای ما که در بیرون از مملکت میبینن توانایی کمک را دادن این وضعیت زندگی خانواده به این شکل است. امیدوار هستم کسی پیدا شود احمد خالد جان حمایت بکنه
احمد خالد از این وضعیت برایه، بتانه مکتب بخونه، ملا بره و دیگه برادرایش هم شامل مکتب بکنه. خب خیر ببینین، خدا مهربان است. بسیار زیاد ببخشید. از بست که مشکلات زندگی است دسترم بیرون کردید تفلور کرد دقیقه گشنه و چشنش بیشون موندن دیگه مونده. تا حتی کوشش کردم که هم تا از هر جای پرسان کنم، گفتم که تا همه گرده ایم اگه کلیه ایمه کسه اگر همه درست باشه. بعض وقت میگفتن که هم تو سودان اما سودش میکنم چند وقت همینو زندگیشون رو رم. مادرشان میگه به حدی که ما تپ تلاش کردم که یکی از گرده های خدا بپوشیم تا که اولادای میگن چند وقت آرام باشن و خورد خوراک برشان پیدا شود. حتی به این مرحله هم به تصمیم گرفتن. خداوند بزرگ است، انشالله وطندار ما پیدا شوند که شما را انشالله حتما حمایت میکنن. این وضعیت دیدن و سلامت باشین، خیر ببینید. شما را کم نکنید. تشکر. سلامت.